اسشتیامونو میگم اوکیه. خب بچه صفحه ششم جزوه باز شیشه دیگه. آره دیگه این پنج باشه این شیشه. همه تست حریفه. بودا بینیم جزوه چی میخواد یادمون بده. چرا همه مشکی پوشیدین دیگه؟ ما یه پیرن داریم تو آلان آکادمی، همه با هم همونو میپوشیم، عوض میکنیم با هم. کیا دیگه مشکی پوشیده بودن مگه؟ بخش پنجم جزوه میگه جمله فعلیه. بریم استارت. آقا با همین اولش با نکته یک شروع میکنیم. میگه که انواع فعل و فاعل و مفعول به و نائب فاعل و این داستانا رو ما توی این صفحه یادشون میگیریم. اولین چیزی که میخوام ازت اینه که بدونی فعلهای لازم چیان، فعلهای متعدی چیان. بچه ها لازم رو یادداشت کنید. چه کسی را، چه چیزی را، در آن فعل معنی نمیدهد و فقط فاعل دارد. فعلی که چه کسی را و چه چیزی را در آن معنی نمیدهد و فقط فاعل دارد میشه فعل لازم. فعلی که چه کسی را و چه چیزی را در آن معنی نمیدهد میشه فعل لازم و فقط فاعلش رو چرا ننوشتم؟ فقط فاعل دارد. مثال میگه هینما جاء. میگه هنگامی که آمد معلم ایستادند دانش آموزان. جاء یعنی آمد، قامم یعنی ایستادند. اینجا جاء به معنای آمد و قام به معنای ایستادند فعلای لازمن، یعنی فقط احتیاج به فاعل دارن. معلم و طلاب میشه فاعلهای ما. چه کسی را، چه چیزی را اگه تو فعل معنی نده میشه لازم. فعل لازم اوکی بزن. حله. بریم سراغ متعدی. زیر متعدی یادداشت کن. برعکس بچه ها لازم هست. بنویس چه کسی را، چه چیزی را در آن معنی میدهد و علاوه بر فاعل نمیگم مفعول داره، میگم به مفعول احتیاج داره. مفعول همون مفعولون به هستش. اگه جایی دید گفتن مفعولون به بدونید چی، همون مفعول خودمون رو میگم مفعولون به. یعنی چه کسی را، چه چیزی را معنی میده علاوه بر فاعل به مفعول هم احتیاج داره. مثال میگه قد کتبه، یعنی نوشته است. چه چیزی را نوشته است؟ این فعل متعدیه. صدیقی میشه فاعل ما، مقالات میشه مفعول ما. نوشته است دوستم مقالاتش را در روزنامه. دوستم مقاله هاش رو توی روزنامه نوشته است. اما یه موضوعی رو بدونید، خود لازم متعدی رو ما الان فهمیدیم، اما موضوع مهمه اینجاست. میگه اگه فعل متعدی بدون مفعول باشه میشه مجهول. قشنگ بفهمش. میگه متعدی ها ممکنه مفعول نداشته باشن. میگه اگه فعلت با طریقه معنای چه کسی را و چه چیزی را بفهمی متعدیه، ولی مفعول نداشته باشه میشه مجهول. و اگر مجهول باشه نائب فاعل داره، به جای اینکه بعدش فاعل بیاد نائب فاعل میاد. آقا مثال بزن بهتر درکش کنیم. نگاه کن میگه قتله، اینجا میگه ینصرو.
خب قتله رو هم میدونیم معنیش میشه کش، چه کسی را چه چیزی را. این یکی هم ینسوره، یعنی یاری میکند، دوباره چه کسی را چه چیزی را. حالا بگردیم دنبال مفعولشون. میگه کشت حامد، اینجا حامد کننده کار فاعله، سوسن را، سوسن مفعولتونه. میگه چون سوسی مفعوله پس فعل متعدی و معلومه، یعنی فعل فعل مجهول نیست. نمیدونم با سوسن چه مشکلی دارم ولی من اینجوری هم دیگه. میگه حامد سوسن را کشت، اینجا چون مفعول داریم میشه بچه ها فعل معلوم، معنیش هم نوشته. به توضیح میدم، ولی اگر فعل متعدیتون بدون مفعول باشه، الان نگاه بکن ینسورو فعل متعدی هم هست، قدیمی باشه فاعلش، ولی بعدش مفعول نداره، فعل متعدی داریم فاعلش هم قدیمی ولی مفعول نداره، پس فعل مجهوله و قدیمی نمیشه فاعل، میشه نائب فاعل. چون مفعول نداریم فعل ما مجهوله و نائب فاعل میشه. میگه حامد در کشتن سوسن یاری میشود، میشود، میشود. پس فعلای لازم و فعلای متعدی و طریقه تشخیص مجهول بودن شما گفتیم، منتها آنچه که مهمه پیدا کردن فاعله. و حواستون باشه میخوام یک بار دیگه براتون دوره کنم، قشنگ گوش کنید. گفتیم بالای صفحه فعل لازم فعلیه که چه کسی را و چه چیزی را توش معنی نمیده و فقط فاعل میاد بعدش، مثل جاء و قام. ولی اگر توی فعلتون چه کسی را و چه چیزی را معنی بده، اون فعلو بهش میگن متعدی. و گفتیم متعدی ها دو تا حالت دارن، یا با مفعولن یا بدون مفعول. اگه با مفعول باشن معلومن و اگر بدون مفعول باشن مجهولن. اینجا قتل حامد سوسن، اینجا مفعول داشتیم پس فعل ما معلومه، ولی یونسر و قدیمی فی قتل سوسن، اینجا مفعول نداریم پس مجهوله. یه جمله میخوام حفظ کنی، متعدی با مفعول میشه معلوم، بی مفعول میشه مجهول. با مفعول میشه معلوم، بی مفعول میشه مجهول. حالا یه برگ کاغذ بردار، یه برگ کاغذ خالی پیدا کن، بدو بدو یه برگ کاغذ خالی پیدا کن. یه چند تا موضوع میخوام بهت بگم، خوبه خوب گوش بده. فعل بعد خط شد، فعل امر و نهی حتما معلوم است. معلم چیه؟ معلوم است. آقا مثال میزنی؟ آره. میگم عنصر المظلوم، مظلوم را یاری کن. این حتما چون امر معلومه. این نکته یک. نکته دو، فعل ناقصه و فعل لازم حتما معلوم است. آقا مثال بزن. میگم ذهب الطالب الى المدرسه، دانش آموز به مدرسه رفت. اینجا ذهب فعل لازمه پس معلومه. فعل ناقصه لیس حامد فی البیت، حامد تو خونه نیست، یه جا بند نمیشه، نمیمونه تو خونه دیگه، اینجوریه دیگه، این ناقصه است. ناقصه هم معلومه.
خب تا اینجا دوره فعلای امر و نهی معلومن، فعلای ناقصه و فعلای لازم هم معلومن، اینو فهمیدیم. اوکی باشه، بریم ادامه بدیم. استاد مگه نمیگیم متعدی باید چه کسی را و چه چیزی را معنی بده؟ تو دومی معنی میده؟ آره. ینصر یعنی یاری میکند، خود خام فعل و محضا در نظر بگیر. یاری میکند، چه کسی را یاری میکند؟ اوکی معنی میده. حالا اگه مجهول بشه طبیعتاً دیگه داستان مجهول شدنش فرق میکنه، در ترجمه مجهول را معنی نمیده. منتها خود خام فعل رو در نظر بگیر، ینصرو یعنی یاری میکند. بعد ببین مفعول داره یا نداره، اگه داشت معلومه، نداشت مجهوله. خب این تا اینجا. سومیشو بریم. فعل متعدی زیرش بنویس چه کسی را، چه چیزی را. بعد دو تا شاخه باز کن. توی شاخه اول بنویس با مفعول، توی شاخه دوم بنویس بی مفعول. اونی که با مفعوله میشه معلوم، اونی که بی مفعوله شما باید بگید چی میشه؟ اونی که بی مفعوله شما باید بگید چی میشه؟ همه باید بگید تا قشنگ جیگرم خنک شه بدونم همراه همی. میشه مجهول. میشه مجهول. آقا برای اینم یه مثال بزن. چه مثالا میذاره خشنه، ببخشید. میگم ضربه حامد، نگم دیگه، المعلم صدیقه. سوسیو ولش کن، بیچاره مرد دیگه، تو مثال قبلی کشتیمش. حالا اینجا یه دونه مثال مزاره بریم، اصلا با ضربه مربه هم نریم. دومی یعبد یا یعبد نمیدونم، فی هاذا البیت. بچه ها لطف کنید اولیه رو بهم بگید. ضربه که میدونید زد، چه کسی را چه چیزی را، متعدیه. بهم بگید معلومه یا مجهوله. این ضربه معلم صدیقه او رو بگید معلومه یا مجهوله. دلیلتونم این خیلی نکته شاخیه ها، این خیلی نکته شاخیه که داری میگی. بابا من معلوم مجهول رو نگاه چه خوشگل بهت گفتم، چون مفعول داره، مفعولش دیگه تابلوه دیگه. اینا این صدیقو بزن مفعول. ببین یعنی باید اول معنی کنی که بفهمی متعدی، بعد ببین مفعول اگه داشت بگو متعدید معلومه. ببین نکته هامو، حد بیاره پایینیه، بیاره پایینیه. یعبدو یعنی عبادت میکند، عبادت میکند متعدیه. نگاه منو، الله اگه باشه فاعل بعدش مفعول نداره که، بعدش جار و مجرور داره. یعنی من اینجا یه خطی میکشم این زیر می‌نویسم مفعول نداره، چون مفعول نداره میفهمیم متعدیمون مجهوله. همینی که شما دارید میگیده. و الان فاعل نیست. بچه ها بعد مجهول آبروریزی را نندازید، بگی این مجهوله، بعدش فاعل اومده. فعلای مجهول که فاعل ندارن. بگو چی داریم. باریکلا سفتا. الله اینجا میشه نائب فاعل. انقدر دوست داشتم اینجا بودی، ازت تقدیر تشکر درست درمون میکردم. این میشه نائب فاعل. عالی 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 عالی، دمت گرم، دمت گرم، مرسی، ممنون از اینکه انقدر خوبی. نائب فاعل. حالا یه چیز دیگه بهت یاد بدم، یه ستاره دیگه هم بزنی.
یه ستاره دیگه هم بزن، بنویس متعدی دو مفعولی. بچه ها مهمترین دو مفعولی ها رو من میگم بنویسید. الهمه یعنی الهام کرد، تونتون بنویس. البسه یعنی لباس پوشاند. اونایی که به درد کنکورت میخوره. سلبه یعنی گرفت. علمه، لطفاً زیر علمه بنویسید تعلمه، زیرش بنویسید چون معنیاشون فرق میکنه. تعلمه، علمه یعنی یاد داد، تعلمه از باب تفعل میپذیره اثر رو، یعنی یاد گرفت. بریم بعدی. رزقه، خب روزی داده دیگه. وهبه زیرش منحه با هی جیمی، زیرش عطیه با عین و ته دسته دار، یعنی بخشید، عطا کرد. هر سه تاش هم معنیه. جعله زیرش معنیش قرار داد. سما نامید. بازم داریم ما مثلا کلمه مثل کلمه تذکره، چه میدونم بلغم، اونتا اونا دیگه به کارت نمیاد. اینا رو داشته باشید. یه وعده هم بنویس، خیلی پرتکرار وعده هم داشته باشیم. وعده هم میدونی یعنی وعده داد. بچه ها بعضی از فعلا با یه مفعول معنیشون کامل نمیشه، با یه مفعول معنیشون کامل نمیشه. شیما میگه نائب فاعل چیه؟ شیما بعد از فعلا فاعل میاد، اینو که میدونی. منتها اگه فعلت مجهول باشه بعدش به جای اینکه بگی فاعل میگی نائب فاعل. همین. اوکی شیما؟ ببین بعد از هر فعلی فاعل میاد، ولی اگه فعلت مجهول باشه بعدش میگی نائب فاعل. همین. اسمشه، عنوانش عوض میشه. مثلا بهت میگه، یه مثال فارسی میزنم نگاه بکن، میگم شکسته شد شیشه. اینجا شکسته شد مجهوله، شیشه رو شیما فقط خودت بگو فاعل یا نائب فاعل. شکسته شد شیشه، شیشه فاعل یا نائب فاعل؟ تموم شد و رفت نائب فاعل. بعد از فعلای مجهول نائب فاعل میاد. خب قدیم این دو مفعولی ها رو گفت، اینا چیکارشون بکنیم؟ زیرش بنویس، بنویس متعدی دو مفعولی دو دو شاخه باز. آره آره حفظ، برو تو کار حفظی. با دو مفعول جلوش بنویس معلوم، با یک مفعول جلوش بنویس مجهول. آقا مثال میزنی؟ آره. بیاینجا میگم وعد الله قدیمی سوسن. الان وعده میشه فعل دو مفعولی دیگه، این فعل دو مفعولی. الله میشه فاعلش، دوتا مفعول میاد. قدیمی میشه مفعول یک، سوسن هم میشه مفعول دو. میگه خدا به قدیمی سوسن را وعده داده است، گفته پسر خوبی باشی سوسن رو میدم بهت. ولی حالا پایینیه، وعده یا وعده نمیدونم، قدیمی سوسن. حالا نگاه کن اینجا رو، حتی این دیگه قشنگ نمیشه، اینا تابلو. خب میفهمی فایده شو حس کردم. یه دونه دیگه بگم، یه دونه دیگه بگم. منها طلاب جایزت. منها بخشید دو مفعولیه، جزء فعلامون بود اینا هاشش. این منها اینجا. الان منها اگر باشه دو مفعولی که هست، طلاب اگه باشه فاعل، جایزه باشه مفعول، چند تا مفعول داریم؟ یه دونه.
چی میفهمی؟ هیچ، بیا بفهم. این مجهوله، اینم فاعل نیست. طلاب چیه؟ طلاب چیه؟ میشه نائب فاعل. درسته که تا الان خیلی شاخ بود، ولی کسایی هستن که شاخشو بشکنن. سوسماست. متعدی و مفعولی با دو تا مفعول معلومه، با یک عدد مفعول مجهوله. آفرین. سوس ماست همون سوسن ماست. احسن بر این هوش. سوس ماست یعنی سوسن ماست. بریم جزوه، بریم جزوه، بریم جزوه خانی کنیم. فعل لازم جوابمو بده، جوابمو ندی ها. با همین آب معدنی میزنم تو لنز دوربین. جوابمو بده. فعلای لازم فقط چی دارن؟ فاعل دارن. فعلای متعدی میتونن علاوه بر فاعل چی داشته باشن؟ علاوه بر فاعل میتونن چی داشته باشن؟ مفعول. حالا متعدی با مفعول، متعدی با مفعول، با مفعول، با مفعول. میشه معلوم. بی مفعول، بی مفعول، مجهول. دو مفعولی ها با دو مفعول، دو مفعولی با دو مفعول. تمومه. با یه مفعول تموم شد و رفت. سوسن ماست، سوسن ماست. حالا آقا ببینید، تمامه بچه من نگاه کنید، حالا تمام تعیین و تکلیف این مفعول و نمیدونم فاعل و نائب فاعل همه شو الان میخوام بهت یاد بدم. چطوری مفعول رو که میتونی تشخیص بدی با معنی کردن میری جلو، نائب فاعل هم که بهت یاد دادم اگه مجهول باشه. یه گره مونده، اونم فاعله. میخوام توی 4-5 خط بهت یاد بدم. میگه برای پیدا کردن فاعل ابتدا فعل رو پیدا میکنیم، چشم، بعد طبق موارد زیر اون رو تعیین میکنیم. خب موارد چیه؟ اولیش میگه اگه ضمیرهای متصل به فعل، آقا این چی میگه ضمیر متصل به فعل؟ کدوم ها بود یادم بیار. مثلا میگه ذهبتم، اون توم ضمیره دیگه، هویج نیست که. مثلا میگی تذهبونه، اون واو ضمیره. مثلا میگی خرجنه، اون نه ضمیره. میگه اگه ضمایر متصل به فعلای ماضی مضارع توی فعل وجود داشت، همون ضمیره رو بگو فاعل. آقا مثال بزن، مثال بزن، نگاه کن. هنه یجاهد نه، فاعلش کدومه؟ به تایپش کامنت بده بیاد. بدو هنه یجاهد نه، فاعلش کدومه؟ آففین، آففین، درود بر شرف جوون. نون میشه فاعل. قلتو و اسمعو، تمام فعلاتونو نگاه میکنید. قلتو کدومه؟ اسمعو کدومه؟ قلتو فاعلشو بگونه تست. درسته، بگو خورش کن بره. میشه تو اسمعو، 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 اسمعو. اون اگه دیگه این واف دیگه، او چیه؟ واف. اینجا هم نه، اینجا هم تو. بچه به اینا میگن جسارتاً فاعل ضمیر بارز، یعنی فاعلی که به صورت یه ضمیر آشکار شده. چی باحال؟ ضمیرهای متصل به فعل ماضی مضارع میشن فاعل. آره همین، شیکوندیمش، ترکوندیمش، رفت. دو، اگه این سه تا فعل گیرت افتاد، تفعلو، افعلو، نفعلو. بچه ها یه دقیقا نگاه کنید، این سه تا رو من بازتر بگم. منظور حامد قدیمی از تفعلو مضارع است که اولش ت باشه آخرش او باشه. افعلو اولش الف باشه آخرش او باشه. نفعلو اولش نون باشه آخرش او باشه.
هر فعلی شبیه این سه تا بود. مثلا بهت میگم و نگاه بکن، تفعل رو مثال میزنم، تک تسبو، ببین همین شکلیه ت او، مثلا تستخرجو ت او، اگه ت او بود، الف او بود، نون او بود، فاعلش پنهان مستتر، دنبال فاعل نگرد. این سه تا رو هم ترکوندیم، اینا هم فاعلشون مستتر. مستتر یعنی چی؟ یعنی پنهان. حالا به ترتیب، اگه اون ت او بود مثل تفعلو میگی انت مستتر، افعلو بود میگی انا مستتر، نفعلو هم بود میشه نحنو مستتر. حفظ شدی خبرم کن. عالید. همچین بهت ترکونیم عربی رو. اولش یادته به شماره تست بهت گفتم چی چه تستیه، اولش به شماره تست بهتون گفتم. ببین نگاش میکنی آتیشش میزنی، تا دهی محمد نسمه او رو خفش کن ببینم. فاعل نسمه او، باشه نسمه او، یه دونه فعل دیگه هم داریم نسمه او یعنی اجازه میدهیم. آها میشه نحنو مستتر. اقولا رو بجام، تیکه پارش کن، اقولا همه انا مستتر. یکی دیگه میگم یا الله انت تغفرنا، فاعل تغفر رو بگید. نا نمیشه، تغفر رو شبیه اینه تئوه، تئو گفتم فاعلش مستتره. چیه مستتر؟ نحنو. چرا نحنو؟ چرا؟ دقت کن حیفه، تفعلو با انت سازگاره. انت با انت سازگاره. تغفر و تئو داره، با انت سازگاره. آقا یه چیز راجع به نا، یکی از بچه ها نا رو گفت فاعل. من یه چیز بهتون بگم راجع به نا، کلن ببندم بنزمش کنار. نا فقط در صیغه متکلم مع الغیر ماضی فاعل. اینجا نامفعولمونه چون ماضی نیست. آقا یه چیزی بگم ها، من اصلا متکلم مع الغیر حالی می، اینو میگی آره اینجا. مثلا من میگم خرجنا، مثلا میگم جلسنا، اینجا نا فاعل. چرا؟ چون ماضیه. ولی توی تغفرنا تو نمیتونی بگی نافاعله، نا فقط تو صیغه متکلم مع الغیر مثل فعلنا، جلسنا، خرجنا، تو اینا فاعله. پس در کل تغفر و فاعلش شد انت مستتر. اوکیو بزن بیاد، اوکیو بزن بیاد، میخوایم شاخبازی در بیاریم. بدو حله، حل عالیه، بتره کنیمش بره پیکارش، بتره کنیم لهش کنیم بره پیکارش. حالا دو تا، چهار تا دونه فعل دیگه مونده، دو تا تو ماضی، دو تا تو مضارعه. یه سری فعل هستن شبیه فعله یفعلو یا فعله تو تفعلو. بچه فعله رو درکش کنید، قیافه فعله رو درکش کنید. منظور من از فعله فقط فعلای سه حرفی نیست، مثل ذهب و جلسه. علاوه بر اینا هر فعلی که ریشه و حروف اصلیش باشه و ضمیری بهش نچسبیده باشه، مثلا استخرج، ببین آخرش هیچ ضمیری نداره، اکتسب، همه اینا شبیه فعله. تقاتل شبیه فعله. چرا؟ چون فقط حروف اصلی داره، آخرش هم ا داره، ضمیر نداره. یفعلو یعنی هر فعلی که اولش یه داره آخرش او داره، مثل یستخرجو، یکتسبو، ینقلبو. فعلت یعنی ماضیایی که تهشون ت ساکن دارن، مثل خرجت و جلست. فقط نیست، تا
تو میتونی بگی استخرجت، میتونی بگی اکتسبت، یعنی با این دید نگاش کن، با این دید نگاش کن. و کلمه تفعلوی که اینجا هستش با اون تفعل و بالایی یه فرق کوچیک داره، یه فرق کوچیک داره که فرقشو من با اجازت تو صفحه بعدی آوردم. توی مثالام نگاه بکنی از تفعلو من هیچی مثال نزدم، به خاطر اینکه با اون بالایی قاطی نکنی من از تفعلو هیچی مثال نزدم. تا بچه تو صفحه بعدی اینجا قشنگ بهتون یاد میدم که تفعلو چیه توی تذکر یک. پس راجع به تفعلو نگران نباش. حالا فعلا تو راجع به فعلای فعله و یفعلو، فعلت و تفعلو میخوایم صحبت بکنیم. ریحانه تو اچ‌دی پرسیده نا در مضارع مفعوله؟ بله حتما مفعوله. حالا به من گوش بده، این چهار تا فعلو ببین، فعل یفعل و فعل تفعل. خیلی واضح نوشتم، میگه اگه این فعلا تو جمله اسمیه باشن، یعنی جملت باعث شروع بشه، بیا نگاه کن، این جمله اسمی است، فاعلش میشه مستتر، فاعلش مستتر، چشت به اینا خورد اول خط رو نگاه کن، اگه دیدی اسمی از فاعل مستتر تموم، فعل یفعل و فعل تفعل و یک کلام اگه تو جمله اسمیه باشن فاعلش مستتر. حفظ شدی خبرم کن، حفظ شدی خبرم کن. ای چه زود، خب اوکی، بگو ببینیم فاعل انقلبه و فاعل لیتناول، ببین یتناول یه داره درسته، اینا فاعلاشون چیه الان؟ اینا فاعلاشون چیه؟ مستتره دیگه. حالا اگه مذکر بود توی جملتون میگیم هو مستتر، انسان مذکره میگیم هو مستتر، صدیق مذکره میگیم هو مستتر. حالا اگر من بیام بگم سوسن اکلت تعامنا، سوسن اومد کل غذامونو خورد و رفت، این اکلت شبیه فعلته، جملش هم اسمی است، اینجا فاعل اکلت چی میشه؟ هی مستتر. کلن سوسن مثال جالبیه برای ما، سوسن ماست. به قدیمی ها، قدیمی ها، قدیمی ها، میگم حالا اگه جملهشون فعلیه باشه چی؟ الان نگاه بکن جا حق جمله فعلیه است، خود جا شبیه همون فعله دیگه، سه تا حرفو داره بعدش ا. زهقه هم همونطوریه، خب یزربو هم شبیه افعلوه، خب اگه جملهشون فعلیه باشه چی؟ خب نوشتم بخون، میگه اگه جملت فعلیه بود دنبال یه اسمی بگرد که جنسیتش یعنی مذکر مؤنثش با این فعلا سازگار باشه. چی شد؟ جا مذکره، یه اسم مذکر بیار، باش حق، حقم مذکر، همون اسمی که هم جنسشه میشه فاعل، یعنی الان حق میشه فاعل. ای اسم هم جنسش، آره آپولو نمیخوایم بدیم بالا که، اون فعل یفعل و فعل تفعل تو جمله فعلیه بود به جنسیت توجه کن، مذکر مؤنث رو سوتی ندی. دوباره زهقه رو نگاه کن، زهقه دوباره مذکره، جملتون هم فعلیه است دیگه، یه مذکر بیار، این باطل مذکره میشه فاعل، یعنی دارم دیدو بهت میدم ها، میگم اگر اینا رو دیدی تو جمله فعلیه اسم همجنس، یعنی ببین رو مذکر مؤنثش کار میکنی. حالا نگاه بکن با سوسن بریم یه دونه، من اگر بیام بگم مثلا اکتسبت سوسن، بعد ادامه جمله، الان اکتسبت در واقع شبیه همون فعلت دیگه، ت رو داره دیگه، اکتسبت مؤنثه، خب یه دونه مؤنث باید برش بیاری دیگه، سوسی که مؤنثه میشه فاعل، یعنی مذکر مؤنثش رو رعایت کنیم تمومه. آره دیگه چی میخوای؟ فهمیدم، یزربو رو هم بهم بگو بفهمم. باش یزربو رو شما بگید، فاعل یزربو چی میشه؟ فاعل یزربو الله،
چرا الله؟ خب یذرب مذکر، الله مذکر میشه فاعل. چی میخوای دیگه؟ آره محمد اینا یک تستای توپی داره، سب کن بهت میگم تستاش چطوری. بیا پس یه دور بچرخیم توش، کجا بودیم اینها؟ میگیم فعلای مثل فعلا یفعلو، فعلت و تفعلو دیدیم، تعیین کنیم جملمون اسمی است یا فعلی است. میگه اگه اسمیه بودن مستتره، فعلیه بودن اسم همجنس بیار. بچه ها به اون اسم همجنس میگن فاعل اسم ظاهر. یعنی پایین صفحه حق و باطل فاعل اسم ظاهر، یعنی به صورت اسم ظاهر شده. یضرب الله، الله میشه فاعل اسم ظاهر. اکتسبت سوسن، سوسی میشه فاعل اسم ظاهر. میفهمید؟ میفهمی یا نه؟ حالا بریم اون تفعل رو بهت بگم، من گیجی درت بیارم. قدیمی ها دو تا تفعل رو داشتیم. خب یه دونه تفعل رو گفتی حتما بگو مستتر رنته. خب یه دونه تفعل هم لابلای این فعلا بود، گفتی بعدم بهت میگم، اینم بگو. چشم، بیا اینجا بهت یاد بدم. میگه آقا در مورد فعلی که شبیه تفعلوه که 99 هم تو کنکورت میاد دقت کن. خب اوکی من دقت میکنم. به چی دقت کنم؟ میگه اگه این فعل به همراه یا بیاد، ایوها بیاد، کب و انت بیاد، میشه اون صیغه مخاطب همون تو، فاعلش میشه انت مستتر. پس ببین تفعلو توی جملت میاد. اگه توی جمله یه دونه از این چارتا رو داشتی، به فعل تفعلو میگی للمخاطب و فاعلش هم میگی انت مستتر. آقا مثال بزن. نمیزنم، سب کن بذار پایینیشم بگم. ولی اگه تفعلو بدون یا و ایوها، بدون اونا بیاد، بهش میگیم للغائبت. و برای پیدا کردن فاعلش باید ببینیم اسمیه است یا فعلیه. این همونایی که بهت گفتم اسمیه بود میگیم مستتر، فعلیه بود اسم همجنسش. پس حفظ شو. تفعلو اگه با یا ایوها که انت، یا ایوها که انت، دوباره از اول، تفعلو اگه با یا ایوها که انت بیاد میشه للمخاطب، فاعلش هم میشه انت مستتر. ولی اگه بدون یا و ایوها و کو و انت بیاد، بهش میگیم للغائبت. فاعلش رو باید ببینیم جملمون اسمی است یا فعلی است. آقا بله مثال بزن. نه واقعا مثال نزنی فایده نداره. بی اینجا تو طالبو، تو طالبو مگه شبیه تفعلوه؟ آره اولش ته داره دیگه. تکلو، اینا تفعلوه. به من بگو شماره یک توتالبو، شماره دو تکلو، کدومش للمخاطبه؟ یعنی کدوم این خط اوله؟ یک للمخاطبه یا دو؟ اینایی که میگن یک دلیلش هم بگید. چرا یک رو میفهمید للمخاطبه؟ اینها دیگه که داره دیگه، تازه دو تا هم که داره. چون که داره میفهمی، پس مثل من زیرش بنویس لل مخاطب بچه ها وقتی لل مخاطب باشه فاعلش چی میشه؟ وقتی لل مخاطب باشه فاعلش چی میشه؟ هیه نمیشه. تو خط اول نگاه کن، میگه لل مخاطب باشه فاعلش میشه انت مستتر، انت مستتر، انت مستتر. بیا حالا بعدی تکلو. این شماره دو تکلو للمخاطبه یا للغائبته؟ یعنی یا ایوها میبینی توش یا نمیبینی؟ باریکالله، باریکالله. فکر نکنی داری جواب منو میدی یا تست کنکورت همینطوریه. این غائبته، پس منم می نویسم غائبت. تشو یادتون نره ها، نگید للغائب. بعد تکلو، حالا که غائبته باید ببینیم جملهش اسمی است یا فعلی است. اوکی نگاه میکنیم جملهش فعلی است
وقتی جملهش فعلیه باشه باید ببینیم داستان چطوریه. باید ببینیم الان چی پیدا کنیم براش. یه فاعل اسم همجنس پیدا کنیم. اسم همجنسش برای تاکولو همونطوری که من فکر میکردم تاکولو مؤنثه، یه دونه اسم مؤنث بیار. تفلت مؤنثه، خب همین تفلت میشه فاعل، این تفلت میشه فاعل، بهش هم میگن فاعل اسم ظاهر. پس تذکر یکو کامل حفظ کن، حفظ شدی خبرم کن. میگه دو تا تفعلو داریم. نه اینقدر زود نه دیگه، من خودم بخوام اینو حفظ کنم یه ربع طول میکشه. من میپرسم جواب بدی اوکیه. تفعلو با یا ایها که انتبیاد للغایبت یا للمخاطب، با یا ایها که انتبیاد غایبت یا مخاطب، همه تونم باید جواب بدید، همه تونم باید جواب بدید، اجتیامونم باید جواب بدن. غایبت یا مخاطب، غایبت یا مخاطب، با یا ایها که انتبیاد غایبت یا مخاطبه. بگید خوبه، مخاطبه. حالا اگه بدون یا ایها ایتها بیاد چی؟ بدون اونا بیاد چی؟ غائبه. حالا یه سوال، اگه مخاطب باشه فاعلش چی میشه؟ خب مبینا تاکلو داریم همینو میگیم دیگه. آره انت میشه. سوالت جواب میدم مبینا. و اگر غایبت باشه باید چی کار کنیم؟ و اگر غایبت باشه باید چی کار کنیم؟ باید تشخیص بدیم اسمی است یا فعلی است و تصمیم بگیریم. غایبت ها اگه جملشون اسمیه باشه فاعلشون مستتره، ولی اگر فعلیه باشه باید ببینیم اسم همجنسش رو پیدا میکنیم یا نمیکنیم. اینطوریه. خب عالیه. یکی از بچه ها پرسید آقا از کجا فهمیدی اون تاکلو مؤنثه؟ ببین عزیزم، تاکلو چون یا و ایها و که و انت نداره للغایبت میشه. للغایبت هم یعنی فعل مؤنث. مبینا این از این، من چون فهمیدم للغایبت فهمیدم مؤنثه، اینو تو هم رعایت بکن. یکی از بچه های اچ دی هم گفت آقا قطع شدم، میشه دوباره بگی؟ اینم بگیم، میگیم تفعلو دوتاست، تفعلو دوتاست، دقیقا تفعلو دوتاست. اولین تفعلو اینه که ببینیم یا و ایها و که و انت داریم یا نداریم. اگه داشتیم میشه للمخاطب، فاعلش هم میشه مستتر. نداشتیم میشه للغایبت، فاعلش هم میشه، باید ببینی اسم ظاهر یا مستتر. تذکر دونم بخون، میخوام ارزشش رو بدونی، بعدش یه تست میخوام بزنم به اسم به ضمیر بارز و ضمیر مستتر. در اصطلاح میگن مع فاعل. یعنی چی؟ الان اقتلو مگه نیست؟ فاعل اقتلو رو بهم بگید کدومه؟ اقتلو اولش الف داره آخرش او داره، فاعلش چی میشه؟ باریکلا میشه انا مستتر. چون فاعلش مستتره ببین چی بهش میگن، میگن مع فاعل. یعنی در واقع الان اقتلو فعله و تو دل خودش فاعلش پنهان شده، یعنی فعل با فاعله. ضربتو رو بریم، فاعل ضربتو رو بگو، فاعل ضربتو کدومه؟ تو میشه فاعل، ما اینجا فاعل داریم. خب چون فاعل داریم حالا چه برای باید سرش بیاریم؟ باید در اصطلاح به فاعلمون که میدونی به این میگن ضمیر بارز، در اصطلاح باید بهش بگیم مع فاعل. پس مع فاعل اگه جای دیدی یعنی مستتر و ضمیر بارز. حالا سفر رو گم نکنی ها، میریم یه دونه تست میخوام بهت بگم. تو
الصرفی ها میاد. دقیقا دارم میرم دنبال همون، دارم میرم دنبال همون، دارم میرم دنبال همون. بیا این تستا رو میخوایم ببینیم، اینا رو میخوایم ببینیم. الان میخوایم تحلیل صرفی هاشو نگاه بکنم. منتها یه دونش رو میزنیم با هم. بذار یه دونه خوبش رو برات پیدا بکنم. این بالاییه، این خوبه. آقا تست 53 و 54 رو پیدا کنید، صفحه 31. تست 53 و 54 فقط با من بیا. تست 53 و 54 رو پیدا کن، فقط هم با خودم بیا. نتوقعه رو بهت میده، بعد میگه راجب نتوقعه کدوم درسته پیداش کن. ببین حلو، من میام اول فاعل مفعولش پیدا میکنم. بچه نتوقعه شبیه فعل نون و او دیگه، فاعلش چی میشه؟ شما بگید. مستتر. آقا چرا اینو نمیگیری؟ بچه فاعل تو عربی قبل فعل نمیاد، فاعلش میشه مستتر. خب اوکی، فاعل مستتره، تحقق چی میشه؟ این فاعلش مستتر. تحقق چی میشه برامون؟ آمارشو بدید. تحققو بگو چیه. فعلو پیدا کردی، فاعلش هم پیدا کردی، بعد فعل و فاعل بگو چی میاد دیگه. مفعوله. بسیار عالی. حالا بیا تو تست. یه چیزی من بهت میگم، آویزه گوشت بکن. از سمت چپ گزینه ها شروع کن، یعنی این خط کجا رو میبینی، از سمت چپشون بچه ها شروع کنید. علتش اینه که سرعتتون بالاتره. حالا تحققم بدونید، نتوقع و فعل فاعلش میشه مستتر و کلمه تحقق میشه مفعول ما. میگه توقع داریم چه چیزی را، تحقق را، این میشه مفعول. از سمت چپ که شروع بکنید سرعتتون بالاتره. حالا ستونی گزینه ها رو مقایسه کنید. گزینه اول میگه فاعل اسم ظاهر تحقق، دومی میگه فاعل ضمیر مستتر. بین یک و دو کدوم غلطه؟ بین یک و دو کدوم غلطه؟ خب یک اسم ظاهر غلطه، ما فاعل مستتر بود، یک خداحافظ. دو رو نگاه کن. دو میگه فعل مرفوع یعنی او داره ها، نتوقع و او داره دیگه، فاعل ضمیر مستتره، اوکی. جمله فعلیه یعنی چی؟ یه چیز من بهت یاد بدم بچه ها، وقتی صورت تستتون یه دونه فعل باشه، یک فعل خودش یک جمله است. یک فعل جمله فعلیه است، ربطی به اون جمله اسمی فعلیه که توی ذهنت داری نداره. چون صورت تستت فعله، پس اینجا گفته جمله فعلیه، این درسته. صورت تستت فعله، نیای بگی با نحنو شروع شده جمله اون اسمی است. صورت تست اگه فعل باشه جملت فعلیه است. تو این تستا گفت جمله فعلیه، یعنی داریم در مورد یه فعل صحبت میکنیم. حالا دو میگه فاعل ضمیر مستتر، سه چی میگه؟ سه میگه فاعلش هو مستتر. درستی یا غلط سه؟ بدو. تابلو غلطه، ما هو نداشتیم، ما گفتیم فاعلمون نحنو مستتره. چهار میگه فاعلش نحنو مستتر، جمله فعلیه، خبر مبر، تا اینجا درسته. تا اینجا چند و چند رد شده؟ یک و سه. بچه حالا من و تو موندیم با دو و چار. بین دو و چار انتخاب کن ببینم، دو میزنی یا چار میزنی؟ یه دونه از دو و چار رو باید غلط کنی بره. سپر حواستو جمع کن حیفه، سپر حواستو جمع کن حیفه. منم میگم دو. قدیمی چرا میگی دو؟ علت دارم، باب تفعیل نیست که. توقع یا توقع و توقع، توقع بر وزن تفعل، این تفعیل غلط، بر وزن تفعله. ببین اینطوری استفاده میشه، مدلای تستیشو که میخواید اینجوری. بیا حالا سوال سالو رو نگاه کن.
سألو اول ارکان فعل تو یعنی فاعل مفعول تو پیدا کن. اول ارکان فعل تو پیدا کن. سألو فاعلش رو بگو کدومه. واف میشه فاعل. مفعولتون کدومه؟ سألو واف فاعله. عدل حکما میشه مفعول. حالا حکما میشه مضاف الیهش. اوکی این مفعوله. حالا ببین از سمت چپ گزینه ها میتونی شروع کنی و ردش کنی بره. برو بزن ببینم. میگه فعل مع فاعل، فعل ضمیر واف، نائب فاعل، نائب فاعل. چند و چند غلطه؟ با سمت چپ کدوما غلطه؟ عالیه. نائب فاعل نداریم اصلا ما. فعلی که مفعول داشته باشه معلومه مجهول نیست. سه و چهار رد. بین یک و دو، یک میگه لازمه، دو میگه متعدیه. دیگه این برات آب خوردنه دیگه. طرف مفعول داره. وقتی چرا زدی یک مریم؟ سفدا مفعول داریم. وقتی مفعول داریم لازمه، لازم فقط فاعل داره. یکم رده. جواب دو. آها دستش کن. جواب دو. جواب دو. معنی کن این جمله رو. پرسیدند از یکی از دانشمندان در مورد موارد موفقیت. خب یکی میگه مگه مجرد نیست؟ خب مجرده دیگه. دو هم میگه مجرد دیگه. خب مجرده. حله. بریم 55. تحقق اما اسمه. تو این مدل سوالا بچه ها دو تا فعل میدن یه دونه اسم میدن. تحقق اسمه. اسمه ببین تو جملت چی کار است. تو دو تا تست بالاتر بود این ضعف طراح ها. دو تا تست بالاتر بود تحقق برای ما چی کاره بود تو این جمله. به جامعی نقشیشو بگید. نقشیشو بگید. مفعوله. خب برو سمت چپ بیا ببینم. از سمت چپ شروع کن. اونایی که غلطه رد کن بره. کدوم ها رو رد کنم بچه ها؟ حله. سه میگه فاعل، چهار هم میگه مبتدا. این سری میتونی رد کنی. این دوتا رد. حالا بین یک و دو، یک میگه تحقیق، دو میگه تحقق. خودش چی گفته؟ خودش چی گفته؟ خودش گفته تحقق. من نمیدونم یارو ما رو چی فرض کرده. تحقیق کجا بوده؟ خودش میگه تحقق. خب ما هم میزنیم دو دیگه. خودش مصدر دیگه. مصدرش همون تحقق دیگه. یک گفته تحقیق، اشتباه گفته. این مربع رو میبینید این برای انسانی هست. اینو باید درست میشده تو این تست. تو چون کار آمد نبوده ما کاری بهش نداشتیم. یه بار دیگه توضیح میدین. آره تحقق مفعوله. گزینه سه گفته فاعل، چهار هم گفته مبتدا رد میشه. سه و چهار میده. بعد گزینه یک و دو رو با هم مقایسه میکنیم. یک میگه تحقیق، دو میگه تحقق. خب محمد تحقق بر وزن چیه؟ تفعل. خب الان شما یک رو انتخاب میکنی بر وزن تفعیل یا دو رو انتخاب میکنی که بر وزن تفعله؟ دیگه فکر کنم جوابت مشخصه دیگه. تحقق تفعل دو. آقا اینا چه باحال بود. آره باحاله. صبر کن بریم اون بر فایل رو تموم بکنیم برمیگردیم. خب گوش کن ببینم. در مورد کلمه تفعل رو اگه یا ایها که انت باشد میشه للمخاطب، فاعلش هم انت مستتر. نباشد میشه للغائبت و برای پیدا کردنش باید ببینیم اسمی است یا فعلی است. اصطلاحاً به فاعل ضمیر بارز و مستتر توی تستا میگن مع فاعل. مخلصیم.
مخلص شماییم. شما خودتون همه شاخید. مت یه دقیقه کامنت آخر چیزو بخون، ادوبی رو بخون، یکی مونده به آخر. آه ریاضی، نه نه قبلیش قبلیش. خب عزیزم مفعول بود، مبتدا رو حذف می‌کنیم دیگه، وقتی کلمه این مفعول باشه دیگه مبتدا نیست دیگه. نتوقع و فعل فاعلش مستتره، توقع میشه، تحقق میشه مفعول. وقتی مبتدا باشه یه چیز دیگه است، وقتی هم مفعول باشه دیگه مبتدا نمیتونه باشه. این از این. تا اینجا اوکیید؟ حدیث اوکی؟ مخلص شما این بچه ها. بچه ها همه اوکیید؟ من اوکی بگیرم قسمت اصلی ها رو تموم کردم برات، خودت خبر نداری. حله. بریم تزک. آقا این خیلی خوبه، خیلی خوبه. میگیم فعل یفعل و فعل تفعل. بعدش اگه ضمیرای هو هما هم، منظور از ضمیر متصل ایناست، ها هما هن، نه اگه کسی نمیدونه بنویسه، که کما کم، که کما کن، نه یه ونا، میگه اگه این ضمیرا به این فعلا بچسبن، نه این فعلا به هر فعلی بچسبن، اینا میشن مفعول. این ضمیرا مفعولن. و بعدش اسم همجنس فعل بیاد. آقا همجنس فعل یعنی چی؟ یعنی برای فعل یفعل و مذکر، برای فعل و تفعل و مؤنث. این ضمیره رو بزن مفعولی، نسبه رو بزن فاعل. فقط نگاش کنی داشتاشید. تو مثال باید منفجرش کنی. فقط نگاش کن آشناشو. میگه فعل یفعل و فعل تفعل داشته باشیم. خب هو هما هم بهش بچسبه. خب این هو هما هم میشه مفعول. اوکی. بعدش اسم همجنس اونا بیاد. یعنی چی؟ یعنی اگه فعل یفعل بود مذکر، فعل و تفعل بود مؤنث بیاد، چه اتفاقی میفته؟ اون اسم همجنسه میشه فاعل. آقا یه مثال میزنی؟ آره نگاه کن اینجا رو. میگم قتل ها حامد. ببین تا چشمت میخوره به این عبارت باید بگی حامد فاعل. تا نگاش میکنی باید بگی حامد فاعل. وای نسی بالا پایینش کنی ها، وای نسی بالا پایینش کنی ها. قتل ها حامد، اینجا حامد میشه فاعل. چرا؟ چون ببین چطوری، قتل ها که همین فعله، ها ضمیره که میشه مفعولت، حامد هم جنسیتش با قتله یکیه، قتله مذکره، حامد هم مذکره، اسم هم جنسی میشه فاعل. یعنی تا لولش نکنی نباید از روش چشم برداری. هر حالتی بود ببین سرعتیه ها، فعل یفعل و فعل تفعل، بعد ضمیر متصل بیاد، بعد اسم هم جنس بیاد. اسم هم جنس رو هوا میزنی فاعله. اصلا وانستی نگاه بکنی. خب حالا ببینم جملم اسمی است یا جملم فعلی است. رو هوا میزنی فاعل. یه دونه دیگه. تزربو هنه سوسن. فاعل کدومه؟ فاعل کدومه بودو؟ ببین تا میبینی میفهمی. نگی اینا رو چرا سر کلاس نگفته بودی یا دوست نداشتم. سوسی میشه فاعل، سوسی میشه فاعل. پس این حامد و سوسن میشن فاعل. پایینش هم بخونی برات نوشته، میگه توی این حالت ضمیر متصلت مفعوله، اسم هم جنست فاعله. مثال بچه ها، العاقل و عزت هو تجارب. فاعلش کدومه؟ بودو. و عزت فعلته، هو رو داریم، تجارب. فاعل کدومه؟ وانستی بگی جمله اسمی است، اینطوری میشه فعلی است، اینطوری میشه. فرمول گذاشتم جلوت، گفتم ببین بزن فاعلو، تموم شد و رفت. تجارب میشه فاعل.
تجارب میشه واسه فاعل. تجارب فاعله. میگه تجارب فاعله چون جمع غیر انسانه. یاد میگیری که جمع غیر انسان با وضعیت که مفرد مؤنث مطابقت داره. بچه ما یه اصلی داریم تو عربیات، جمع های غیر انسان مؤنثن ها، جمع های غیر انسان مثل همین تجارب، مثل دیوارها، مثل خانه ها، مثل مدرسه ها، جمع های غیر انسان مفرد مؤنثن. فاعل برام خیلی مهمه، تا دوره نکنی به قرآن ولت نمی کنم. بیا بالا از ابتدا بخش پنجم پیدا کن دوباره. حتی جزوه تو نمیخواد ورق بزنی، ما صفحه شیشیم. نگاه کن استاد، یه سوال تو 98 اومده بود، چند تا جای خالی اونو که کار میکنی محمد؟ اون لغت دیگه، اول کلاس بهت گفتم لغت بهت میده، اون تست لغته، تست 44 تجربی رو تو میگی. بریم بخش پنجم جمله فعلیه، اون لغته. بهت میگم جا خالی رو چیکار بکنی، با مطابقت میتونستی بزنیش. انواع فعل، فعلای لازم دوره میکنم که دیگه بکنیم از این بحث. فعلای لازم چه کسی را و چه چیزی را توش معنی میده؟ فقط فاعل میخواد. ببخشید توش معنی نمیده، فقط فاعل میخواد. متعدی چه کسی را چه چیزی را توش معنی میده، علاوه بر فاعل مفعول هم میخواد. منتها باید ببینیم مفعول داره یا نداره. اگه مفعول داشته باشه میشه معلوم، اگه مفعول نداشته باشه میشه مجهول و به جای فاعل نائب فاعل داره. بعد اومدیم گفتیم برای پیدا کردن فاعل اول فعل تو بررسی کن. ضمیرایی که به فعل چسبیده بود خودش میشه فاعل. تفعل و افعل و نفعل و دیدی؟ بگو مستتر. فعل یفعل و فعل تفعل اگر بود، ببین اسمی هست یا فعلی هست. اگه اسمیه بود فاعل مستتر، اگه فعلیه بود دنبال اسم همجنسش میگردیم. بعد اومدیم گفتیم دو تا تفعل داریم، یه تفعل با یا ایها که انتم یاد میشه للمخاطب، فاعلش هم مستتره، امونشون نمیدیا. یه تفعل داریم بدون یا ایها که انتم یاد، اون میشه غایبت. باید ببینی فاعلش مستتره، اسم ظاهر چیه. اگه فاعل ضمیر بارز و مستتر بود بهش میگیم مع فاعل. اگه فعل یفعل و فعل تفعل بیاد با هو هما هم و اسم همجنسش، اون اسم همجنستون میشه فاعل. اینم از این. فاعلتون اوکیه؟ فاعل اوکیه یا نه؟ حل ردیفه، ردیفه جمله اسمیه رو هم بگیم همین نصف صفحه است دیگه. از این بحث نکات مقدماتی بکنیم، بریم سه چهار تا تست پایانی این بخش رو بزنیم، بعد بریم روی تحلیل صرفی ها. بخش ششم جمله اسمیه. بچه یه ذره کندیم، سرعت اومد بره بالاتر. جمله اسمیه کسی بهت گفت چیه؟ بگو مبتدا خبر داره. بعد کلن جمله اسمیه رو نگاه کن چی نوشتم. میگم دو تا تیپ داره. تیپ یکیشو که بلدی،